دوستان سلام، روز بخیر. امروز هم سه حرف دیگه و نوع نوشتن اونها. میریم به اولین حروف که اینجا صدای ر ر رو با هم یاد گرفتیم. حرف بزرگش رو هم کار میکنیم، از بالای خط میریم پایین، شبیه پی بزرگه، با این تفاوت به این قسمت که میرسیم خطی رو اوریب کج کشیم. ر ر for rat، R for ring، R for Russia، رشت، صدای R. حالا حرف کوچیکش بین دو خط از بالا شروع میکنیم، میایم پایین، دستمونو بدون اینکه برداریم کج میکنیم تا لب خط بالا. R حرف بزرگ، حرف کوچیک. یک بار دیگه R به این شکل، این هم حرف ر. حرف بعدی ج ج. با خانم جسیکا مرور کردیم کلماتشو. حرف بزرگ ج از بالا به سمت پایین و لب خط پایین که میرسیم حالت کجش میکنیم. ج، این جی بزرگ، جی بزرگ هست. حالا جی کوچیک تقریبا شبیه خودش، اما از لب خط بالا شروع میشه، به این شکل میایم پایین و یه نقطه ای هم این بالا خواهد داشت. ج، ج فور جهرم، ج فور جوردن، ج فور جت. حرف بعدی و آخرین حرفمون در اصل صدای ا. از بالا به پایین خطیو میکشیم و سه تا حالت سرکش داره که این وسطیه که روی خطه میتونه کمی کوتاه‌تر از اولی و آخری باشه. ا حرف بزرگ و حالا حرف کوچیک بین دو خط وسطش رو تقریبا انتخاب میکنیم، به سمت راست ته خط میریم، دور میزنیم، بر میگردیم و به این شکل ا کوچیک رو مینویسیم. ا for egg، for اصفهان، ا for اکوادور. این کلمه‌ای بود که با خانم جسیکا داشتیم با ا. یه سری کلمه هم با اینها میتونیم بنویسیم. این کلمات رو امروز با هم سعی میکنیم، اونایی که خانم جسیکا هم گفت، بنویسیمشون. حروف رو به هم، صداهای حروف رو به هم میچسبونیم. اولیش رات، ر ر ا ت رات. حرف بعدی یعنی کلمه بعدی egg، یعنی تخم مرغ. egg اینجا صدای g رو با دو تا حرف کوچیکش میاریم و کلمه egg رو می نویسیم. کلمه بعدی که با هم خواهیم داشت کلمه jam، جای کوچیک، ج جم به معنی مربا، جم. و آخرین کلمه نت، خوندی با هم حرف کوچیک نت. این هم نت به معنی تور یکم معانیش هست. پس تا جلسه بعد حتما این کلمه ها رو حداقل یک بار، دو بار، چند خط از روشون بنویسید و تمرین کنید. خدا نگهدار.